خب دوستان عزیز، بازم سلام عرض میکنم تمام کسایی که تمام دوستایی که در این بحث کلاب هاوس ما اشتراک دارن و بحث امروزی ما بازم به ادامه و سلسله بحث های قبلی معرفی اقوام افغانستان هست. ما در فیسبوک هم نوشته کردیم در این بحث ها هدف این نیست که خدا نخواسته یک قوم بالا دیگر قوم ما برتری بتیم یا یک قوم دیگر دیگر قوم دیگر کوچکتر جلو بتیم. نخیر، ما هدف فقط در اینجا است که ما بفهمیم راجع به یک قوم، راجع به واجه تصمیم نامشان بفهمیم، راجع به سابقه یا بفهمیم که از منشیش کجا بوده، از کجا در کدام منطقه یا سکونه داشتن، چگونه انکشاف کردن، امروز ازشان از که قرار است تمام، یعنی صادقانه تمام معلومات را که در جامعه موجود است، در مطبوعات موجود است، در علم موجود است، در قدرت را به جایی که ما میتونیم این تقدیم کنیم در یک فاصله یک ساعت به خدمت دوستان. یعنی این کامل نیست، من نمیتونم گفته که این معلومات را که ما داخل میگیم این معلومات کامل خواهد بود، که این فقط یک گوشی از معلومات است که ما میتونیم جمع کنیم در این فاصله یک ساعت ما ایرم عرضه کنیم. دیگه کسایی که قادر باشن، خواسته باشن، میتونن معلومات زیادتر بیشتر جمع آوری کنن، این اضافه کنن به این معلومات که ما عرض میکنیم. همچنان اگر اشتباهات از ما سر میزنن لطفا اشتباهات با ما بیشتر کنیم. این موضوعی نیست که کسی این در تحقیرآمیز و توهین‌آمیز سهم بگیره. اگر ما تفاوت نظرها وجود داره، این در تمام علم، تمام علوم وجود داره، در تمام ساحات زندگی وجود داره، به بسیار دوستانه و بسیار به صورت عالمانه و به صورت یگانه و آدم های متمدن میشه که این بحث شد و بحث کرد. متاسفانه این بحث هایی که تعالی شده، من در فیسبوک یک تعداد اشخاص میبینم که میاین یا هیچ چیز برای گفتن ندارن به جز از توهین و تحقیر و لحولا. من مجبور شدیم که 10 نفر بلاک کنیم. امیدوار استم بعد از این مجبور نشیم که تصمیم ما بلاک کنیم. هر کسی که کام انتقاد سخترین انتقاد را بکنه ما با کمال چشم بشنیم، ولی توهین و تحقیر باید موجود نباشه. خب شروع میکنیم به بحث امروز ما. بحث امروز ما یعنی بحث اول ما در مورد قوم پشتون بود و حال دوم ما راجع به تاجیک ها، تدار ها و ترتبار هاست. اول راجع به تاجیک ها صحبت میکنیم. کلمات تاجیک در افغانستان تاجیک ما میگفتیم، ولی حالا در تاجیکستان این تاجیک میگن. تاجیک، 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 فارسیوان، این نام های عمومی است که بر مردم در این زبان یا کسی خوش دارد تاجیکی زبان یا کسی خوش دارد فارسی زبان که در آسیای میانه، در آسیای مرکزی، تاجیکستان و افغانستان و با خصوص در وادی های فرغانه و منشی دریای عموم در بدخشان زندگی می کنند اطلاق می شود. تاجیک ها امروزه اکثرا در افغانستان، تاجیکستان و جنوب ازبکستان زندگی می کنند. در افغانستان تاجیک ها در بسیاری از ولایات زندگی می کنند، اما بیشترین آنها در بدخشان، تخار، کاپیسا، بلخ، پروان، کابل، بغلان، پنجشیر و هرات سکونت دارند. گفتم میشه البته در در کل ولایات هستند، اما در این ولایات دفترین نفوتشان هستند. گفتم میشه در بدخشان تاجیک ها را که به نام قلچه ها یا قلچه ها میگن در قلعه‌های مرتفعی پشت کوه ها در شهر بزرگ استاق، چاهآب، یفتل، راق و غره زندگی میکنند. منطقه اردو بین کشم و فیض‌آباد و قلعه‌های پرجمعیت آن عمدتا ترک‌نشین هستند. در منطقه شرق فیض‌آباد ارتفاعات بیشتر میشود که در آن نواحی تاجیکان بیشتر به سر میبرند. بنابراین زمین های نسبتا حاصل خیز، این موضوع مهم، زمین های نسبتا حاصل خیز در طول دو رودخانه بزرگ در بدخشان، یکی دریای قندوز و کوکچه، قویسیده مردمان مختلف دون و هزاره تمام
گرفته شدن. میدانیم که در زمان پرچوب بکو غر میگوین و این حساب سکونت تاجیکا در ارتفاعات و در کوها بهش کوهد و مفهوم غرطن یا کونشین را به خوبی میتواند تمثیل کنند. یعنی نشان میده که یک اساس زبانی دارد. در مورد کلمه غلچه یا تاجیکان کونشین و معنی نام ساکنان دره پامیر اشاره بر آن است که به هر دو گویش فارسی و پامیری سخن می‌گویند. در چند سال اخیر گروه عقیده بر این دارند که روشانی ها، شغنانی ها، یکرانی ها، دینی ها و وحشی ها تاجیک نیستند. در ازبکستان بیشترین جمعیت شهرهای سمرقند و بخارا را تاجیکا تشکیل می‌دهد و به شمار زیاد در ولایت‌های کشک دریا، استرخان دریا و در جنوب و در امتداد سرحدات شرقی ازبکستان با تاجیکستان و همچنین در دره فرغانه در ولایت‌های فرغانه و ارمنگان تاجیکا زندگی می‌کنند. در گذشته تاجیکا در مناطق وسیع‌تری از آسیای میانه فکری داشتند، ولی به سبب تهاجم گسترده ترکان از شمال و شرق به این منطقه جابجا شدند. تاجیکا همچنین در سطحی بیشتری از مردمان بومی و ساکن شهر ورامید را در ایران تشکیل میدن. تاجیکا همچنین در قسمتهای از فارس، اصفهان و قسمتهای از شمال غربی هرمزگان به سر میبرند. یعنی این باید توجه کنیم، بعد این مورد صحبت میکنیم که مردم فارس کلش تاجیک نیستن، بلکه به حساب خود ایرانی ها تنها در ورامید شهر ورامید تاجیک ها اکثریت دارند و دیگه تاجیک ها در فارس و دیگه مناطق در گروه های کوچکی زندگی میکنند. این که زبان فارسی مردم میدونه معنیش نیست و تاجیک هستند. خب تاجیک های چین در ناحیه تاشفرغان پامیر در دامنه در دامنه های بلندترین کوه های منطقه در ایالت سینکیان زندگی میکنند. در افغانستان نفوس تاجیکا در سال جاری 8.5 میلیون نفر تخمین می‌زنند که با سهم 25.5% این عدم تخمین های ماست که در هفته گذشته راجع به مردم افغانستان کردیم در دو هفته پیش. با سهم 25.2% در مجموع نفوس افغانستان دومین گروه قومی کشور را بعد از پشتون ها می‌سازند. بر اساس آخرین سرشماری اتحاد جمهوری شوروی که در سال 1989 انجام شد، تمام نفوس تاجیکا در اتحاد شوروی وقت 4.2 میلیون نفر بود که خود مردم خود تاجیک محسوب کردن در سرشماری، که از این جمله 75% در جمهوری تاجیکستان و 22% در جمهوری ازبکستان به سر می‌بردند در شهرهای که قدیم گفتن بخارا و سمرقند و دیگه فیصدهای کوچک دیگر در تمام اتحاد شوروی پراکنده بود. نفوس سال 2020 تاجیکستان در حدود 9.3 میلیون نفر تخمین شده که مطابق این رقم سهم تاجیکان در حدود 7 میلیون نفر خواهد بود. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جنگ‌های داخلی در افغانستان باعث احیای ملی‌گرایی تاجیکان در منطقه شده و باسفه تاجیکستان نقطه کنونی این حرکت بوده. دولت تاجیکستان به طور رسمی کشیده تا میراث امپراتوری سامانیان نخستین حکومت تاجیک مسلط بر منطقه را پس از حمله اعراب دوباره بوده. در مجموع نفوس تاجیکا در سال 2020 به شمول ساکنان تاجیکان سایر ممالک را میتوان در حدود 16 میلیون نفر تخمین کرد. بر همین منوال پروفسور حق نظرو عقیده دارد که مورخان تاجیکستان تاریخ خلق تاجیک را در محدوده ماورانه آسیای میانه محدود کرده و در حالی که 62% تاجیک ها در افغانستان زندگی میکنند. در آنها در آفرینش فرهنگ‌های مادی و آمدی خلق تاجیک و مراتب از مردم تاجیک ماورانه زیادتر می‌بود. این در کتاب است که
Ich lasse mich sicher, aber noch mehr noch mit euch in Kontakt, so ist der Wunsch. Der hat schon wieder so eine Dose in der Ordnung, so ist. Der Mauli den noch, wie ich da habe, ich kann mich, als ich da, wo wir die Tore mit euch in Kontakt und aus alle Frauen, die erst durch mal schicken, wo ich euch gerne, wo da nicht mehr da nicht mehr, da war ja ein Talif, der wieder hat. So, genau, ich sehe, ich merke, wie der auch noch mit euch sieht. یا که به این خواست داری که ما فیلن بگیم بود بگوییم را در برابر مسلمانان به کار بودن. همین که ترکان زاین شدن این کلمه را در باره طایفه که ترک نبودن استعمال میکردن. مغلان نیز خود را تازیک مغلان غیر خود را تازیک یا تاجیک نبود. در فرهنگ ها و قاموس های زبان فارسی در این چون لغت نامه دیگه خدا برهان باده، فرهنگ مونی و فرهنگ نفیسی تاجک به معنی غیر عرب، غیر ترک و غیر مغل آمده. در برهان قاطع معنی تاجک یا تازی زاده شده از عرب یا اولاد عرب در خراسان تکه شده است. این کتاب است که برهان قاطع در سال 1330 میلادی در ایران توسط محمد بین دوباره چاپ شده و نفته شده. باید یاد آور شد که ترکی شده کلمه تاجیک تاجیک است. و ما میدانیم که در پارتی دری به فرد عرب نژاد تازی گفته می شود. زبان عربی به نام زبان تازی را می گرد. اگر شما مطبعات ایرانی را بخوانید با مطبعات دری در افغانستان بخوانید بهترین توسطید از برای وقت عرب میگن تازی و از زبان عربی میگن زبان تازی. میرزا شکرزاده پژوهشگر تاجیک و نویسنده کتاب تاجیکان در مسیر تاریخ می نویسد بر اساس پژوهش های انجام شده در بسیاری نقاط آسیای میانه مردم پارسیگوی ایران، افغانستان، تاجیکستان و تا کشمیر و کاشان خود را تاجیک معرفی کرد. البته این را یادم به طورت آم بگم، یادم یکی از ناسیونالیست‌های مشهور تاجیکستان است که کوشش میکنند یک هویت تاجیک را در آسیای میانه بالا جلوه بدن. از این خاطر به نظر از این تمام کسایی که فارسی کردن تاجیک هستند، در حالی که واقعیت نیست، دیگر دانشمندان به این عقیده نیستند. همچنون مثلا در افغانستان ما که تعداد زیادی پشتون‌های در این زبان داریم که یا به طول نسل‌ها در زندگی کردن در شهرهای مانند کابل و غیره و یا در دربار با اختلاط ازدواج‌ها یا زبان دری را اختیار کردن با زبان پشتون زبان اصلی پدر اجدادی خود را فراموش کردن. دیگه یا نمیشه که یارا بگید پاشت هسته. همچنان ادهی برانند که تاجیکان قبل از ظهور ترکان در قرن ششم میلاد در این ناحیه زندگی میکردن. تاجیکا در مناطق آسیای میانه افغانستان با مغولانه سکونت داشتن. عبدالغازی تاجیکان خوارزم را سارت و تاجیکان بخارا را تاجیک نامیدند. بعضی ها معتقدند که تاجیک صورت تحول یافته تاجیک که لفظ پهلوی بوده میباشد. یعنی در پهلوی کلمه تاجیک و ژه بوده این در مناطق آسیای میانه مرکزی و تاجیک را جیم تبدیل کرد. صورت قدیمتر تاجیک همون اصطلاح دادی های هرودوت که هرودوت مورخ یونانی است که او در کتابهای خود از دادیک ها یاد میکنند که ما در بحث پشتون ها هم از دادیک های پختانه صحبت کردیم و از اصطلاح دادیک های هرودوت به اصطلاح واژه های پرادادا پرادادیک و پیش دادیک در رای اساطیری و پیشدادیان این هم بیرد نمیدید. برای مبنا دادیک ها اجداد تاجیکان میباشند. کلمه دادیک
که به معنی دادگر و عادل آمدن مشتمل بر متون فقیر از کتاب اوستا که دوتیک هم خوانده می شود که تعبیر بر روح مقدس آمون و جغرافی های بدخشان در آریانا بیچه کردیده است. این از سخنهای پروفیسور حق نظر پیروتی در سال 1382 میلادی. بر اساس این عقیده یکی از در 1382 هجری شمسی بر اساس این عقیده یکی از طایفه های بومی آسل بکری دادیک نام داشت که 2500 سال پیش در همین سرزمین میگذشت. با گذشت زمان با اقوام همتبار خود که هوسارت ها بود، خوارزمهاوی ها بود، سختی ها بود، اومانند ها آموزش یافته تدریج نام تاجیک را در ترادف با دادیک با اضافه مفاهیم تاجدار و تاجپوش پس از دوره زرتشتیان نمشروط گرفتند، چون که زرتشتیان کل و کلاهی تاجمانه که می پوشتن و اونها را تاجی یا تاجیک می گفتن. از کتاب تاجیکان آریایی ها و فلات ایران اثر میرزا شکرزاده. خب ایره یعنی میرزا شکرزاده من قبلا گفتم که یکی از ناصیل استاد دو آتشی تاجیکستان است. این میگه که این کلمه تاجیک از تاجیک استخراج نشده بلکه او از تاجیک استخراج نشده بلکه این از کلمه تاج استخراج شده که او اون زمان این تاجیک شده. این البته ما بعدا در این مورد بحث میکنیم که این دانشمندهای دیگه با این توافق ندارن. بر اساس این عقیده ایده ای از طایفه های بومی آسیای مرکزی دادیک نام داشت. خب ما این رو گفتیم که این تعریف را دولت پاتوانی که کلمه تاجیک از تاج گرفته شده یا تاج دار این دولت تاجیکستان همین قبول کرد. این می تعریفه و معتقد است که کلمه تاجیکستان به معنی سرزمین تاجیکان و از قبیله تاجی گرفته شده است که قبل از اسلام در این سرزمین زندگی می‌کرده و به این حساب در نشان دولت تاجیکستان رسم تاج آوردن. تاج یعنی به سر خود پادشاه می‌ماند. آقای نور یک مسئله اینجا صحبت میکنیم بعدن در آخر صحبت کنیم در آخر سوال کنیم. اما ولادیمیر بالفور مستشرق شهید روس با این نظر موافق نبوده که دلیش کلمه تاج را در ابتدای ترکیب نام تاجیک عربی و زمان را آن را پس از هجوم عرب به این منطقه خواندند. این در کتاب ولادیمیر بالفور که در سال 1380 چاپ شده در اون دکتر با آن که امروزه مردم خود را با افتخار تاجیک می خوانند اما در گذشته چنین نبوده و این نام از جانب دیگران بالا ادا گذاشته شده. مثلا ما گفتیم که مغولا این مردم تاجیک می گفتند، ترکا تاجیک می گفتند، هر کس که عرب نمی بود، مغول نمی بود، ترک نمی گفت باره تاجیک خطاب می کردند. یعنی این نام از خود مردم تاجیک انتخاب نکردند، تاریخی را. نام تاجیک گاهی از سوی ترکان و تاجیکان زمانی به تازیان و اعراب و برعکس استفاده شده. استاد میرزا تورسن زاده میگوید که نام تاجیک از آغاز پیدایشش نسبت به تمام پارسیگویان عجم به کار رفته است. تحت این ادعا مورد سکنیم کلمه یعنی کلمه تاجیک به تازیان و اعراب استخاد. استاد تورسرزانه میگه که نام تاجیک از آغاز پیدایشش نسبت به تمام پارسیگویان عجم به کار رفته است. تحت این ادعا از طرف یک تعداد مستشرقی قابل تردید میباشه زیرا فارسان خود تاجیک ندیدن. اگر کل فارسی زبان ها تاجیک میبودن چرا فارسان خود تاجیک ندیدن؟ و در منابع ایرانی تنها ورامین به منطقه تاجیک نشین میگه و سایر تاجیک‌ها در مناطق مختلف ایرانی بلوزی پرگرده هستند. در زمان صفویان تنها قزلباش‌ها
منشای دربار صفوی تاجیک بید. دکتر احمد جاوید خدا رحمت شده رئیس پانتون کابل بود، او در یک کتاب خود که به نام اوستا در سال 1383 در کابل چاپ شده، در اون نوشته کرده که در صفحات تاریخ و ادب ما ملیت تاجیک، خودش البته تاجیک بود، در صفحات تاریخ و ادب ما ملیت تاجیک در مناطق و دورهای مختلف و نامهای زیر یاد شده، هر کدام به جای خود دارای توضیح و تفسیر است. تاجیک، تازیک، تجیک، تات، ابناء الاحرار، بنی احرار، احرار و ابناء آزاده، آزادگان، آزاده نژاد، آزاد نژاد، دهقان، دهگان، غرچه، غرچه، دهوار، پارسیوان، سرد یا ساد و غیر. در افغانستان تاجیک ها عمدتاً به گروه های آتی منقسم می شوند. تاجیک های شهرنشین، کابل، غزنی، بلخ و هرات مثلا، تاجیک های کوهستان مثلا پروان، نجراب، پنجشیر و قربند، تاجیک های برکی در برکی برک، دلوگر و بودخواب و در همسایگی با غلزایی ها، تاجیک های فرغونی در ارگون در بیان قوم خروتی، تاجیک های سردی در جنوب شرق غربی زندگی میکنند. اکثریت قاضی قاطعی تاجیک ها مسلمانان سنی مذهب است، اما یک اقلیت در پامیر دارای مذهب اسماعیلی نیز هست. مبنای قومیت تاجیک را در عصر حاضر محل بودن و زبان تشکیل میدهد، یعنی کسی که در اصل باشنده بومی مناطق آسیای مرکزی و افغانستان باشد و یا از آنها زاده شده باشد و زبان مادری او فارسی تری باشد تاجیک میکنه نامیده میشه، صرف نظر از مذهب و محل زندگی. شواهد تاریخی اسم تاجیک چی هست؟ از جمله تعریف های قابل تعمق و قبول شده میان محققین آن است که کلمه تاجیک از کلمه تازیک فارسی میانه با منشه صوفی و پارسی و کلمه تازی فارسی امروزی که هر دو به معنی عرب هم منشه گرفته، یعنی تازی هم کلمه به اسم عرب که در فارسی امروزی استفاده بشه و تاجیک که در فارسی قدیم البته او را در زمان پارتی ها این برمومه زبان پهلوی اشکانی گفته می شود به نام پارسیک، این تاجیک استقبال می شود و این هم در اشاره به اعراب. این نام در ماورانه یا آسیای میانه مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا به سایر مناطق عمومیت یافته، یعنی برای اولین بار اسم تاجیک مردم در آسیای میانه به کار بودن در فرغانه و دیگه منطقی که بیرن در تاجیکستان. قضیه از کدام قرار؟ قضیه از این قرار است که اردوهای عرب مسلمان که در اوائل قرن هشتم میلادی به مراول ماوراءالنهر حمله کردن مناطق سقدیانه را اشغال کردن، با قوای ترکهای قرلوق جنگیدن. در این اردوها تنها شعرا شامل نبوده بلکه تعداد کثیری از فارسهای تازه مستقلان شده مناطق زاگروس مرکزی را نیز شامل اید. اگر کسی میخواه مراجعه کنه این در کتاب اطلس بیگال و در کتاب بارتول زیر نام تاجیکی این چاپ شده، این موضوع تشریح شده. به این اساس ترکا یا آسیای مرکزی اسم تاجیک را که معادل کلمه تازی که فارسی می باشد برای شناسایی دشمنان مسلمان تازه خود به کار گرفتند. به این ترتیب تا حدود قرن 11 به قول یوسف ترکان قرخانی این اصطلاح را و خصوص بالای مسلمانان فارسی زبان در حوزه اولیای تکیه آمو و خراسان که رقبای منطقوی ترکان
بودن و بعد بازاران شدن و در زمان سامانیان زمامدارای با شدن و در زمان غزنویان هم غزنویا زمامدارا یافتن و کار گرفته میشد. یعنی کلمه تاجیک مستقل از تازیک عربی خوانده میشه. در این اصلها از توسط سلسله های مختلف به کار گرفته میشده با یک مفهوم که اشاره میکرده و اصل عربی مفهوم، یعنی اشتقاق شده از اصطلاحات که در گذشته به عرب گفته. منشته محمد دبیر سیاقی که در تهران در 1991 چاپ شده، نویسندگان دوران های غزنوی و سلطنتی و اتابکان، یعنی از سال 1000 میلادی تا 1960 میلادی، کاربرد اصطلاح تاجیک را از زمان انصاری به بعد وسعت داده، پارس ها را که در این زمان در زیر حاکمیت ترکان می گرفتند هم شامل داد. تعدادی از پارس ها نیز این لقب داده شده را قبول کرد، همچون بیهقی که در منشی دربار ترکان بود در کتاب های مثلا در کتاب تاریخ بیهقی از کلمه ما تاجیکان استفاده می کنند، یعنی به خود تاجیک خطاب. این از این به بعد تفاوت میان ترک و تاجیک به یک برداشت عمومی رقابت میان یک نیروی جنگجوی حکمران چوپان یا اصل که او هم ترک باشد و یک نیروی کتله اداری شهرنشین که او تاجیک باشد ما بدل شد. ای در کتاب نظام الملک زیرنام تاجیک در تهران 1962 رفته. در حدود سال 1400 میلادی اشاره به تاجیکا بیشتر به معنی دری یا تاجیکی یا فارسی زبانان افغانستان و آسیای میانه بوده. زمانی که روسا سمرقند و بخارا را در سال 1868 اشغال نمودند، فارسی زبانان آن شهرها خود را تاجیک معرفی کرد. همچنان آنانی که در خانشین خوبتن و در وادی فرغانه زندگی می کردن خود را تاجیک. در پنجشیر و بدخشان افغانستان اسم تاجیک توسط ازبک ها و مردمان این مناطق داده شد و توسط حکمرانان پشتون و خود مردم در این زبان این مناطق در گذشته نشاندار دور طرف استفاده قرار گرفته است. در گذشته کلمه تاجیک به صورت مشخص نه منشأ زبانی داشت و نه منشأ منطقوی یا صحابی، برخلاف مثلا عجم که عربا و فارسا بود. در جهان ترک معمولا به تاجران تاجیک خطاب میکردند. این در کتاب برتولد که در سال 1960 در مسکو چاپ شده ذکر شده. یعنی ترک ها اکثرا هر وقتی میگفتن تاجیک منظورشون تاجرایی بودن که به شهرهای مختلف سفر میکنن در آسیا میان. از نظر شکل فونتیک و مباحث تاریخی اجتماعی تکامل پروسه کاربرد کلمه تاجیک و دقت نیاز دارد. اول باید به خاطر داشت که اصطلاح تازی و مفهوم عرب عربی عربستانی با اصطلاحات تازی یعنی یا تازیک یا تاجیک و یا تاجیک و معنی فارسی ایرانی تاجیکی در ادبیات فارسی دهه جدید و در ادبیات ترکی اسلامی و ایرانی از نظر شکل و معنی متفاوت می باشد. سندرمن نتیجه می گیرد که در عصر حملات مسلمانان به بابل تازیک به فارس ها خطاب می شود که به زبان فارسی که عصر ساسانی صحبت میکرد و تاجیک و سوقتی ها که فارس ها آنها را در آن زمان در این زبان میدانستن گفته میشد. و این گونه بعدها زمانی که ترک های مسلمان در این مناطق به قدرت رسیدن همین تعریف سوقتی ها را مورد استفاده قرار دادن که به اصطلاح امروزی تاجیک سازگاری دارد. در آن زبان
با محل زندگی نه شخصی داشتن مطلب نه چه تصادفی دارن. اینجا این موضوع مهمه، سنین باید دوستان فکر کنن. در زمانی که اسلام به ما را نرسید، این قرن هشتم چیز بود، قرن هشتم میلادی، و این زمان هنوز بسیاری مردمی که در فارس زندگی میکردن در اون زمان با فارسی امروزی که ما را در این میگیم صحبت نمیکرد. زبان از ما زبان پهلوی، ساسانی، پهلوی ساسانی، که فارسی زبان موبدان در معابد زرتشتی. بنابراین چی میگه این استاد؟ میگه که این مردم وقتی اینجا آمدن، وقتی که متوجه شدن که مردم صاف به زبان ایرک صحبت میکردن، این فارس ها که آمده بودن یا گفتن که یا دری صحبت، یعنی چون کلمه دری رو در اون گیرا چون میدن. در اون زمان زبان مردم صاف دو یا را دری خطاب کردن، و زبان خود مردم ساسانی های که آمده بودن، چون تازه ساسانی ها قدرت را از دست داده بودن، درست در عراق هنوز بسیاری از مردم زبان پهلوی خود را از دست نداده بودن، زبان پارسی که از دست نداده بودن، زبان پهلوانی را از دست نداده بودن. یا به این خاطر در اینجا ما این کلمه مورد استفاده کنیم. انگلبرت کیفر که در سالهای 1680 میلادی در عصر صفویان به ایران سفر کرد، می نویسد که قزلباش ها فارس ها را تازیک یا تاجیک می کنند. قزلباش ها خب ما می فهمیم در افغانستان هم هستند. قزلباش ها در امرای در زمان عصر صفویان قوم حاکم بود. ما فارس ها را میگه که تازیک یا تاجیک میگفتن. و همین اصلا در تعداد لغتنامه ها، البته ما قبلا گفتیم که تمام فارس ها را تاجیک نمیگفتن، بلکه منشی های درباره که در اونجا با هم راشتان بود تاجیک میگفتن، چون خود فارس ها خود را تاجیک نمیگفتن. و همین اساس در تعداد لغتنامه ها یا فرهنگ های ایرانی، از جمله فرهنگ دیخورا، تاجیک را فرزند عرب که در خراسان تولد شده تعریف کردن. و این حساب یک تعداد ارتباط میان تاجیک با تازی عرب در میان ترک‌تباران باقی بود. و این بحث به این نتیجه را میرسه که اولاد زبانی، اولاد مورفولوژی، اولاد اجتماعی تاریخی، کلمه تاجیک اشاره به مو کلمات زمان ساسانی تاجیک و زمان اشکانی تاجیک است، و همچنان اشاره به مو اصطلاح است که فارسی زبان ایران و عربا میگن، و فارسی زبان ها ایروزی و عربا میگن به نام تاجیک. اما ناسیونالیسم تاجیک که زمان استقلال کشور تاجیکستان و جنگ های مجاهدین افغانستان با خصوص حزب جنت اسلامی افغانستان اوج گرفته است، استخراج اصطلاح تاجیک را از کلمه تازیک یعنی بمری عرب رد کرده. تاجیک را مشتق شده از کلمه تاج، ما قبلا گفتیم تاج می دانند، که البته همچنان بحث در کتاب یاکوبچا و عینی که در نوزت نوزید در کشنبه چاپ شده آمده. این تعریف به صورت رسمی توسط دولت تاجیکستان قبول شده، و قبلا قسمی گفتم نشان تاج در نشان دولت تاجیکستان این شکل تاج داخل شد. اما این برداشت از نظر علمای زبانشناسی مورد قبول نیست. آنها میگویند که علاوه بر ناسازگاری کلمه تاجی از نظر مورفولوژی، اضافه کردن حرف کاف به عنوان پساوند در آخر تاجی اختراع کردن اصطلاح نامنوز و آشنا در زبان دری یا زبان فارسی بوده
در حالی که بیاید آن کلمات و اصطلاحات مناسب تر در زبان فارسی یا زبان دری موجود است که ما میفهمیم تاجدار تاجور، یعنی کسی نمیگه تاجیک تاجیک، اگه بخواهد این تاجدار به تاجدار میگه، تاجور میگه، نمیگه تاجیک. دکتر عنایت‌الله شهرانی تاجیک ها را از نسل ترکان قرقیز و قرب قلپاک خواندن. این منصوبیت تاجیک ها از لحاظ DNA و ترک های قرقیز، قرقیز، قزاق و ترکمن و نتیجه تحقیقات علمای غرب بر رهبری عالم فرانسوی می باشد که نتیجه این تحقیقات به تاریخ 3 سپتامبر 2009 میلادی از رادیو بی بی سی و بعد از سایت های بی بی سی ازبکی، پشتو و فارسی برای افغانستان در عنوان پژوهش ژن‌شناسی ترک و تاجیک یکی هستن به نشر رسید. این پژوهش نشان میدهد که تفاوت های داخل قومی بیشتر است و فوت های بین قومی میان اقوام ترکتبار و تاجیکستان در آسیای میانه و ماراونه. پژوهش تازه آکیست اقوام ترک و تاجیکی که در امتدای رای تاریخی هم ایشان سکونت داشتند و دارند از نگاه شجره شناسی زیست شناسی از هم چند تفاوتی ندارد. این پژوهش با نمونه برداری ژن‌های دینی از بیش از 1000 نفر از میان 24 قوم و قبیله و مردم ترک و تاجیک در آسیای میانه انجام شده. نشان می‌دهد که از نگاه ژن شناسی تفاوت قومی میان این دو گروه زبانی چندان نیست و کمتر از 1% را تشکیل می‌دهد. برخلاف این آشکار است که تفاوت‌های داخل قومی با وجود در میان تاجیکان به بابت بیشتر از تفاوت‌های میان قومی گروه فارسی زبان تاجیک و ازبک و قرقیز و قزاق و ترکمن و قرقیزاق در حسیه این دیانه بیدن. این پژوهش حاکیست که اقوام ترک و تاجیک در طول قرنها به هم آمیخته و گروه های بزرگتری تشکیل دادند تا زمانی که بعد دو گروه اصلی تاجیکان و ترکان از هم جدا شد. باید این بخاطر داشت که در این مطالعات تاجیک های افغانستان شامل نبود. پژوهش تفاوت ژنتیکی و پیدایش اقوام در آسیای میانه گروه بین‌المللی به رهبری اولین نیپ مردم‌شناس فرانسوی انجام شده. با در نداشت نتیجه فرق نکته دیگری که زبان شناسان همواره بر آن تاکید می‌کنند با خاطر پیدایش این است که زبان یک پدیده اجتماعی و از مردم بر مردم دیگر صرف نظر از تفاوت‌های نژادی تحلیل می‌شود. در حقیقت پیدایش زبان دری که به شهر هزار سال پیش در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان موجود بود بر عهد تاریان تاهریان رسم الخط عربی را به خود پذیرفت، موجب رخنه تا اعماق فلات ایران شد، ایران حاله شد در طول ایران. بعد از ورود اسلام پهلوی زبان دینی و مردم ملی ایران مورد تخت و تاج اعراب قرار گرفت و جبلن کتاب سوزی های زیاد تخت اعراب صورت گرفت. این زبان پهلوی که زبان مردم ایران بود از رواج افتاد و مردم این سرزمین زبان مردم خراسان که زبان دری بود پذیرفتن و این زبان گسترش پیدا کرد. یعنی اگر شما تاریخ بفهمید وقتی که اسلام به مصر میرن مصر اشغال میکنن ما مردم مثل مسلمان میشن، عرب و زبان مردم مثل مردم قبطانی بود قبطی بودن و زبان خدا داشت. اما به مرور زمان زبان عربی جای داد و زبان خود مردم مثل عربی داد. در ایران نشد. زبان عربی جایگزین زبان چیز نشد، پهلوی نشد، بلکه مردم ایران، مردم فارس، زبان مردم خراسان و زبان مردم ماراونه یعنی دری بود قبول کرد. چون این زبان دری اسمی که ما گفتیم از زمانهای سابق
در این مناطق در پهلوی زبان اشکانی و پهلوی میگیسته و موجود بوده و حتی کتیبه هایی که در سرخ کوتل کابل پیدا شده در سرخ کوتل بغلان پیدا شده و سمنگان و همچنان در ایبک در او که به زبان دری نشته شده اما با حروف یونان نشان میده که این زبان بسیار قدیم حتی در زمانی که در این کشور امپراتوری گریکو باختری حکومت میکرد وجود داشته. خب رسم الخط در این خب بعد از ورود اسلام زبان پهلوی زبان دینی مردم ایران از بین رفت. زبان دین جدید در منطقه زبان دری شد یا که ایرانی و فارسی نام دادن به حساب عمو پارسی که قدیم یعنی دو واقع را اولی که عربا آمدن مرکز خود در شهر مرو قرار دادن و در نیشابور که در ای خراسان مرکز خراسان و مردم اینجا در این زمان و وقتی که از اینجا انتشار دادن دین اسلام و مارا نه و منطقه دیگر این اساکر زیاده هم از این زبان فلسفان هم راجع کردن و این زبان اداری ناگزیر وقتی که شما عربا رو میان در رای در مرد پایتخت شرقی خود ایجاد می کنن در زمان خلفای عباسی و یا این مردم در اینجا منشگاه از یا تمام از یا در این زبان بودن پارسی زبان بودن یا زبان دری زبان درباش نعرب برخلاف مثل و این خاطر چون زبان دری زبان آسان و شیرین است و این بسیار ساده آسانی میتونه توسط تاترک و پشتون و دیگر مردم آموخته شود و مورد استفاده قرار گیرد به حساب این زبان به حساب زبان مکالمی تمام اقوام یا زبان افهام و تفهیم بین اقوام در منطقه شد همین گونه مردم ترک زبان مادری خدا کنار گذاشته و زبان فارسی دری که مقبول به منبر و مسجد و تخت و دربار تکمل کرد آنچنان که حافظ و سعدی و قطران تبریزی نیست نه به زبان مادری خود بلکه ناتار به زبان فارسی دری شد بودند و همین اساس پرویز ناتل خاندری دانشمند زبانشناس ایرانی تاکید می کند که او میگه که زبان فارسی تنها زبانی در این کشور است که با ای یا قوم یا تیره با یا قوم مشخص وارد کشور کنونی ایران نشده و مهاجر ادبی و دیوانی یعنی وارداتی از بس بلخ و افغانستان و آسیای شرقی یعنی تاجکستان و آسیای مرکزی یعنی سمرقند و بخارا و کشور کنونی ایران ما می باشد این در کتاب زبان شناسی و زبان فارسی ذکر شد. ادعای از نویسندگان از عدم تبارز تاجیک ها در حوادث تاریخی بعد از مرسی اسلام در منطقه بسیار تعجب میکنند. منظور پروفسور احمد جاوید در این مورد میریزد که تاجیکان همچون مردمان اصیل داده و دهگان داده آزاده و احلاق وصف شدن مضروف است که برای مردم دکان، تجار و هنرپیشه با اصول صرفهای و روشهای امنیتی مسالمت آمیز عنصر اصلی زندگی آنها در روند حیات به شما میرفت و آنها اصطلاحگری تجاوزکاری و کنشهای بد را زشت و منفور میدانستند از این لحاظ در مقابل بادیانشینان عرب و ترک و مغولها که با همین مسئولیت زندگی میکردند و عوض مقابله و درها عمیق و گوهای کوهستانهای صعب العبور عقب نشینی میکردند. این بازم از نقل شده از کتاب اوستاست که در
دکتر جاویدتر و کاوچوک. و اما میز هم هست که ما میگیم که اسم الغرچه یا غرچه بنا بر تاجیکان گفته شده دال بر سکونت آنها در کوهستان‌های بدخشان و در دره پنشیر و غربت و تنگاه و میجراب از زمین عمل می باشد که حتی در بان پشتو ما به کوه غرمی بود. دوستای محترم، حالا تقریبا یک ساعت شده صحبت ما، من همین بحث را اینجا ختم می کنم. بعد هزارها و تبارها را می مانیم برای یک هفته بعد، چون بعد کافی موضوع است که صحبت سر شواهیم. تشکر. اگر سوالای باشه لطفا مطرح کنید تا در مورد صحبت کنیم.